همه ما اغلب درباره بحران‌های امنیتی که جهان با آن روبروست شنیده‌ایم، یافتن راه حل‌های ممکن سخت‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. ناتو با انتقادهایی درباره ناکارآمدی روبروست، با این حال این سازمان تلاش می‌کند در نشست ورشو خلاف این امر را ثابت کند و راه‌های واقعی و مؤثر را برای بحران‌های گوناگون پیشنهاد کند. با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در مقر فرماندهی این سازمان در بروکسل صحبت می‌کنم. از اینکه در برنامه گفتگوی جهانی با ما هستید سپاسگزارم. در پایان نشست ورشو دستاورد اصلی مطلوب شما چه خواهد بود؟ پیام اصلی این است که ناتو در حال تطبیق با بحران‌های بیشتر و تازه امنیتی در جهانی خطرناکتر از گذشته است. ما تلاش می‌کنیم تا نیروی دفاع جمعی خود را در اروپا افزایش دهیم. همچنین با کشورهایی در خاورمیانه و شمال آفریقا همکاری بیشتری خواهیم داشت تا بتوانند وضعیت کشورهایشان را به ثبات برسانند. خب به برخی از این مسائل خواهیم پرداخت. شما پیشتر گفته بودید که با تصویر بسیار نامطمئنی از جهان روبرو هستیم. این وضعیت با تصمیم بریتانیا مبنی بر بیرون رفتن از اتحادیه اروپا نامساعدتر شده. پیش از برگزاری همه پرسی گفته بودید یک بریتانیای قدرتمند در یک اروپای قوی برای بریتانیا و ناتو سودمند است. به نظر می رسد که ما هیچ یک را نداریم. بنابراین وضعیت کنونی چگونه است؟ این تصمیم بریتانیا باعث تغییر مناسبات بریتانیا و اتحادیه اروپا می شود. با این حال وضعیت بریتانیا در ناتو تغییر نخواهد کرد. بریتانیا متحد قوی در ناتو باقی خواهد ماند. این مهم است، زیرا در میان متحدان اروپایی ناتو بریتانیا تقریبا یک چهارم بودجه دفاعی را تامین می کند. بنابراین به عنوان یک شریک قوی، همکاری آنها در درون ناتو اهمیت دارد. همکاری با اتحادیه اروپا را توسعه خواهیم داد. این یکی از مسائل اصلی است که در نشست ورشو به آن خواهیم پرداخت. بله، البته شما در تلاش برای برقراری یک پیمان میان ناتو و اتحادیه اروپا هستید، ولی بدون بریتانیا در اتحادیه احتمالاً بریتانیا یک هویت جداگانه خواهد داشت و ناتو با اروپایی ضعیف و نیازمند روبرو خواهد بود. احتمالاً این چیزی نیست که شما از یک متحد انتظار دارید. اتحادیه اروپا ضعیف نخواهد بود. اتحادیه همچنان برای کل اروپا مهم خواهد بود. ما با بحران‌ها و خطرهای همیشگی روبرو هستیم. اتحادیه و ناتو به تنهایی همه ابزارها و پاسخها را در دست ندارند، ولی با همکاری با یکدیگر می توانیم پاسخ بسیار مناسبی برای بحرانهایی که اروپای امروز با آن دست به گریبان است بیابیم. به طور مشخص یکی دیگر از مسائل مهمی که در نشست ورشو مطرح خواهد شد روسیه است. ناتو یکی از بزرگترین آرایش‌های خود را در لهستان تهیه دیده. امیدوارید 4 گردان را به شرق ناتو بفرستید. تلاش دارید چه پیامی را به روسیه دهید؟ گمان می‌کنید روسیه مرعوب این حضور شده است؟ پیام ما این است که از همه متحدانمان دفاع می‌کنیم. این که حمله به یکی از متحدان حمله به همه کشورهای عضو به شمار می‌آید. این بازدارنده و دفاعی است. قوی بودن ناتو و اعمال اقدامات بازدارنده و دفاعی برای ثبات اروپا مهم است. ناتو به دنبال تقابل نیست. ما خواهان یک جنگ سرد دیگر و رقابت تسلیحاتی تازه نیستیم. بنابراین برای گفتگوی سیاسی بیشتر، کاهش تنش و بهبود بخشی روابط با روسیه تلاش می‌کنیم. شما می‌گویید به دنبال دامن زدن به رویارویی و شعله برساختن تنش‌ها نیستید، ولی می‌دانید که وزیر خارجه آلمان نگاه دیگری دارد و شما را به دلیل افزایش این گونه فعالیت‌های نظامی به جنگ طلبی و قدرت نمایی متهم می‌کند. نظر شما چیست؟ هر 28 عضو پیمان ناتو درباره تصمیم گرفته شده موافق بودند. نخست اینکه حضور خود را در بخش شرقی ناتو افزایش دهیم. ناتو در این حضور نظامی مشارکت کرد و من از این اقدام حمایت می کنم. دوم اینکه 28 کشور بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای گفتگوهای سیاسی بیشتر و همکاری با روسیه هم نظر بودند.
آلمان در هر دو زمینه مشارکت دارد. آلمان کشوری است که در هر دو زمینه پیشگام بود. بین گفتگو و دفاع قوی تعارضی وجود ندارد. در واقع برای گفتگوی سیاسی با روسیه نیازمند ابزار دفاعی هستیم. ناتو با منابع بسیاری اکنون روی مسئله روسیه متمرکز شده. آیا این به این معناست که منابع برای جنوب، برای نمونه بحران پناهجویان، کاهش یافته؟ آیا ناتو می تواند نقش کلیدی در زمینه مهاجرت بازی کند و یا باید از آن عقب نشینی کند؟ ناتو نمیتواند به دلخواه خود بین رویارویی با تهدیدات از جنوب و بحرانهای شرق یک را انتخاب کند. ما باید همزمان با این مشکلات مقابله کنیم. بنابراین ناتو تلاش زیادی برای ثبات همسایگان جنوبی اروپا می کند. ما حضور خود را در ترکیه افزایش داده ایم. این کشور پرآشوب‌ترین متحد ناتو در بحران‌های منطقه‌ای، جنگ در سوریه و عراق است. به حضورمان در افغانستان ادامه می دهیم. این بزرگترین مأموریت ما تا به امروز بوده است. ما همچنین آموزش افسران عراقی را برای بالا بردن توانایی هایشان در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در کشورشان آغاز کرده ایم. همه اینها برای ریشه یابی دلایل مهاجرت و بحران پناهجویان در اروپا و کمک به کشورهای منطقه برای رسیدن به ثبات مهم هستند. ناتو همچنین با حضور در دریای اژه و همکاری با اتحادیه اروپا نقش کلیدی در این مسائل ایفا کرده. ما در کاهش چشمگیر عبورهای غیرقانونی از دریای اژه که از مرز چندین هزار نفر در روز می‌گذشت همکاری داشتیم. این میزان اکنون تقریبا به صفر رسیده است. ناتو با حضور نیروهای دریایی خود در این تلاش‌ها سهیم بود. منتقدان شما استدلال می‌کنند شما در بحران تروریسم به کندی واکنش نشان دادید. اینکه ناتو در مقابله با جنگ‌های نامنظم دچار مشکل است. What NATO is doing is that we are addressing the root causes by our presence. ناتو با حضور در افغانستان، اردن، تونس و ترکیه که هم مرز با بحران و بی‌ثباتی در سوریه و عراق است و همچنین با آموزش نیروهای عراقی رویکردی ریشه‌ای به مسائل دارد. ما همچنین از نیروهای ائتلاف در مبارزه با داعش پشتیبانی می‌کنیم. این بخشی از تلاش‌های نظامی ماست. ولی به تلاش‌های غیر نظامی اتحادیه اروپا و سایرین برای ایفای نقشی کلیدی نیز باید اشاره کرد. NATO Secretary General Jens Stoltenberg, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you.